لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هرگز به کمال خیر نمی رسید تا از آنچه دوست دارید در راه خدا خرج کنید و آنچه را که شما می دهید حقا که خداوند با آن آگاهست. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها اسرائیل حلال بود، مگر آنچه اسرائیل یعنی یعقوب خودش پیش از این که تورات نازل شود بر خود حرام کرد. بگو پس تورات را بیاورید و آن را بخوانید اگر شما صادق هستید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پس هر کی بعد از این دروغی را به خداوند نسبت دهد، پس آن گروه واقعا ستمگارند. قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بگو خداوند راست میگوید، پس کیش ابراهیم یک توپرست را پیروی کنید و او از مشرکان نبود. این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدی للعالمین. حقا نخستین خانه که برای مردم قرار شد گمان است که در مکه مبارک است و مایه هدایتی است برای جهانیان. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. در آن نشانهای روشنی است و از جمله مقام ابراهیم، هر کسی در آن درآید در امان می باشد. برای خدا بر مردم حج خانه کعبه فرض است برای کسی که توان رفتن به سوی آن را دارد، و کسی که کافر شود پس بیگمان خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید على ما تعملون. بگو ای اهل کتاب، چرا از آیات خداوند انکار میکنید در حالی که خداوند شاهد اعمال شماست؟ قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عن بگو ای اهل کتاب، چرا کسی را که ایمان آورده است از راه خدا باز می داری؟ یعنی آن را نادرست جلوه می دهی در حالی که شما شاهد حقانیت آن هستید و خداوند از آنچه می کنید هرگز غافل نیست. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب ای مؤمنان، اگر گروهی را از اهل کتاب فرمان برید شما را بعد از ایمان شما به کفر باز می گردانند. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. و چطور کافر می شوید در حالی که به شما آیات خداوند خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر کی به دین خدا چنگ زند پس او واقعاً برای راست هدایت شده است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای مؤمنان از خدا به حق ترس او بترسید و نمیرید مگر در حالتی که مسلمان باشید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك نبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهم يجا برسن خدا چنگ زنید و پراگنده مشوید و نعمتی را که خدا به شما ارزانی کرده به یاد آرید. هنگامی که شما دشمنان یک دیگر بودید و او میان دلهای شما الفت افگند، پس به برکت نعمت او برادر یک دیگر شدید و شما بر کناره گودالی از آتش قرار داشتید، پس شما را از آن نجات داد. به این ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما راه یابید. ولتکم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. باید که در بین شما جماعتی باشند که مردم را به خیر فرا خوانند و امر به معروف کنند و از کارهای ناپسند باز دارند و هم ایشانند رستگاه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومانند کسانی نباشید که بعد از آن که به ایشان نشانه‌های روشن آمد پراگنده شدند و بین خود به اختلاف پرداختند، برای ایشان عذابی است بزرگ. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. روزی که روحای سفید شود و روحای سیاه گردد، پس کسانی که روحایشان سیاه گردید به ایشان گفته می شود آیا بعد از ایمان خیش کافر شدید؟ پس به سبب آن که کافر شده بودید عذاب را بچشید. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اما کسانی که روحایشان سفید گردید پس ایشان در رحمت خداوند بوده در آن جاودانه و سر می برند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین. اینها آیات خداوند است که آن را به حق بر تو می خوانیم و خداوند به هیچ یک از جهانیان ستمی نمی خواهد. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور.
هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست و همه کارها برای فیصله به خداوند بازگردانیده می شود. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. شما بهترین امتی هستید که برای خیر مردم بیرون آورده شده است، با کار پسندیده امر و از کار ناپسند منع می نمایید و به خداوند ایمان دارید. اگر اهل کتاب ایمان می آوردند این کار به خیر ایشان بود. بعضی از ایشان مسلمانند و بیشترشان فاسقند. لن یضروکم الا اذى و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. با شما جز اذیت اندک هرگز زیان رسانیده نمی توانند. اگر با شما جنگ کنند با شما پشت می گردانند و سپس به ایشان هیچ کمکی نمی شود. ضربت علیهم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باءوا بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. به هر جایی که یافته شوند خیمه خواری بر ایشان زده شده است، مگر آن که برشته حمایت خدا یا برشته حمایت مردم چنگ زنند و به خشم خدا بازگشته اند و بر ایشان خیمه بینوایی زده شده است. این سببی است که ایشان از آیات خدا انکار می ورزیدند و بناحق پیامبران را می کشتند. این سبب آن است که عصیان کردند و از حد می گذشتند. لیسو سواء من اهل الكتاب امت قائمت یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون. همه ایشان یکسان نیستند. از اهل کتاب گروهی اند که به طرفداری حق ایستاده اند. ایشان آیات خدا را در آوان شب می خوانند و به خدای یکتا سجده می کنند. یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. به خداوند و روز جزا عقیده دارند، مردم را به آنچه خوب است امر می کنند و از آنچه بد است منع می نمایند و در انجام اعمال ستوده از همگان پیش دستی می کنند و ایشان از زمره صالحانند. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا والله علیم بالمتقین. هر خیری که انجام دهند به آنان ناسپاسی نمی شود و خداوند به حال پرهیزگاران آگاه است. این الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون. بیگمان کافران نی داراییشان و نی هم اولادشان آنها را از هیچ چیزی از عذاب خدا بی‌نیاز ساخته می تواند
و ایشان اهل دوزخند، در آن همیشه به سر می برند. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال آنچه ایشان در زندگی این جهان خرج می کنند و مانند بادی است که در آن سرمای سخت است و ناگاه به کشتزار کسانی رسد که به خیشتن ستم روا داشته اند، پس آن را نابود کرد و خداوند بر ایشان ستم نکرده است بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم کرده اند. از غیر خودتان دوست همراز نگیرید که در خرابکاری به شما کوتاهی نمی کنند، رنج شما را دوست دارند، واکن بغض از گفتار دهانشان آشکار است، ولی آنچه را دلهایشان پنهان می کند بزرگتر است. حقا که ما برای شما آیات را بیان کردیم اگر خیرتمند هستید. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن شما هستید که ایشان را دوست دارید اما ایشان شما را دوست ندارند، در حالی که شما به تمام کتاب ایمان دارید. هنگامی که شما را ملاقات کنند میگویند ما ایمان آوردیم، اما وقتی که تنها میشوند از خشم بر شما سرانگشتان خود را میگزند. بگو به خشم خود بیمیرید، حقا که خداوند به آنچه در سینه ها هست آگاست. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر خوبی به شما عاید شود آنها را اندوهگین می سازد، ولی اگر به شما بدی برسد به آن خوش می شوند، و اگر شما ثابت قدم و پرهیزگار باشید دسیسه ایشان برای شما هیچ ضرری عاید کردن نمی تواند. بیگمان خداوند به آنچه ایشان می کنند احاطه دارد. و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. بیادار وقتی را که از خانواده خود صبح وقت بیرون شدی تا مسلمانان را در سنگرهایشان برای جنگ جابجا کنی، و خداوند شنوا و داناست. اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا والله ولی وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بیادار وقتی را که دو دسته از شما به سبب بزدلی خواستند سوسی کنند و از جهاد بازگردند، در حالی که خداوند کارسازشان بود، و مؤمنان باید همیشه بر خداوند توکل ورزند.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حقا که خداوند در بدر شما را مدد کرد در حالی که شما در چشم دشمن خوار بودید، بنابران از خدا بترسید تا باشد که سپاسگزار شد. اذ تقول للمؤمنین ألن یکفیکم أن یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین. بیادار وقتی را که با مسلمانان می گفتی آیا برای شما کفایت نمی کند که خداوند شما را به 3000 فرشته‌ای که خاص برای همکاری شما فرو فرستاده شده مدد کند؟ بله، شما ثابت قدم بمانید و پرهیزگاری کنید، حتی اگر دشمن با شتاب بر شما یورش آورد، باز هم پروردگار شما شما را با 5000 فرشته دارای نشانه های خاصی کمک می کند. و ما جعله الله الا بشرا لكم و لتطمئن قلوبكم به و من این مدد فرشتگان را نگردانید مگر مژده‌ای برای شما و تا دلهای شما آرامش یابد و به هر صورت مددی نیست مگر از نزد خداوند صاحب قدرت منیع و با حکمت. یقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین. تا دسته از کفار را نابود کند یا ایشان را چنان رسوا سازد که به نامرادی بازگردند. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. در این امر تو را هیچ اختیاری نیست، خواه خداوند توبه ایشان را بپذیرد یا آنها را عذاب کند، زیرا آنها واقعا ستمگارند. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست، هر کی را بخواهد میامرزد و هر کی را بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، سود را چندین برابر مخورید، از خدا بترسید تا باشد که رستگار شید. و اتقوا النار التي اعدت للكافرین. و از آتشی بترسید که برای کافران آماده شده است. و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون. خداوند و پیامبر او را فرمان برید تا باشد که مورد مرحمت قرار گیرید. و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. برای به دست آوردن آمرزش پروردگار خود و بهشت بشتابید که پهنای آن معادل تمام آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. الذین
يمكرون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آنهایی که در رفاه و عسرت با دست و دل فراخت می کنند و خشم خود را فرو می خورند و مردم را عفو می کنند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و چون مرتکب عمل فحشا می شوند یا بر خود ستم می کنند پس خداوند را یاد می کنند و آمرزش گناهان خیش را می خواهند و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و بر گناهی که کرده اند اصرار نمی ورزند در حالی که می دانند. پاداششان آمرزش است از جانب پروردگارشان و باغهایی که در زیر آنها جویبارها جریان دارد در آنجا جاودانه به سر میبرند و چی خوب است مزد این نیکوکاران. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. حقا که پیش از شما نیز روش های زندگی وجود داشت پس در زمین سیاحت کنید تا دریابید که سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود. هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین. این بیان است برای مردم و رهنمود و نصیحت است برای پرهیزگاران. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وسوس نشوي وأندوهين مغربي شما غالبي أجر واقعا مؤمن باشي. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر زخمی به شما رسیده یقین داشته باشید که زخم شبه آن به آن مردم نیز رسیده است. چنین روزها یعنی نشیب و فرازها را بین مردم دست به دست می گردانیم تا خدا کسانی را که ایمان دارد معلوم کند و تا شما شهیدانی بگیرد و خداوند ستمگاران را دوست نمی دارد. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. و تا مسلمانان را پاک سازد و کفار را نابود گرداند. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان کردید که با بهشت داخل می شوید پیش از آن که خداوند مجاهدان را از میان شما متمایز نساخته باشد و صابران را متمایز نکرده باشد؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. شما واقعا مرگ را تمنا می کردید پیش از آن که با آن روبرو شوید پس بیگمان آن را دیدید در حالی که با آن با بی‌تفاوتی می نگریستید.
ثبتتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نیست محمد مگر پیامبری، بسا پیامبران پیش از او گذشتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود به عقب میگردید؟ اگر کسی به عقب خود برگردد هیچ ضرری به خداوند رسانده نمیتواند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش میدهد. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هیچ کس را توان آن نیست که بمیرد مگر با اجازه خداوند سرنوشتی است تعیین شده. اگر کسی خواهان پاداش دنیا باشد ما به او از آن میدهیم و اگر کسی پاداش آخرت را بخواهد ما به او از آن میدهیم و ما به زودی سپاسگزاران را پاداش میدهیم. و کأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرين. چه بسا پیامبرانی که به همراهی ایشان مردان خداجوی بسیاری جنگیدند، پس به سبب مصیبت هایی که در راه خدا به ایشان رسید سستی نکردند و ضعیف نشدند و تسلیم نگردیدند و خداوند صابران را دوست می‌دارد. و ما کان قولهم الا گفتار ایشان جز این نبود که گفتند پروردگار ما گناهان ما و زیاده روی را در کار ما بیامرز و قدم های ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پس خداوند به ایشان پاداش در این دنیا و پاداش نیک در آخرت داد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ای مؤمنان اگر کافران را فرمان برید شما را به عقب شما باز می گردانند و سرانجام زیانکار می شوید. بلی الله مولاکم و هو خیر الناصرین. به آنها اعتماد نکنید بلکه خداوند حامی شماست و او بهترین مددگاران است. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. به زودی در دلهای کافران ترس می اندازیم از سبب این که به خدا شرک آوردند، چیزی که خدا به آن دلیل نفرستاده است. جایشان آتش است و چی جای بدی است جای ستمگاران. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون من
عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. و برایستی که خداوند وعده خدا به شما راست گردانید، در آن هنگامی که آنها یعنی دشمنان را به اذن او چابک می کشتید، این پیروزی تا هنگامی دوام کرد که سست شدید و در اطاعت از امر به منازعه پرداختید و نافرمانی کردید. بعد از این که به شما چیزی را نشان داد که به آن رغبت داشتید، در میان شما کسانی بودند که مال و متاع دنیا را می خواستند و نیز در میان شما کسانی بودند که پاداش آخرت را می خواستند. سپس خداوند شما را از ایشان منصرف ساخت تا شما را آزمایش کند. بیگمان او شما را عفو کرد و خداوند به مؤمنان صاحب بخشایش است. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا والله خبير بما تعملون. بیادارید وقتی را که سراسیما و بلندی بالا می رفتید و به کسی به عقب نمی نگریستید، در حالی که پیامبر شما را به سوی کسانی فرا می خواند که به عقب شما مانده بودند. سپس خداوند شما را به اندوهی از پی اندوهی جزا داد تا به از دست دادن مال غنیمت و مصیبتی که عاید حال شما شده اندوهگین نشوید. خداوند بیگمان به آنچه می کنی آگاهست. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلية یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بعد از این اندوه سپس خداوند آرامش را به شما چیره گردانید. پینکی یعنی خواب کوتاه که دسته از شما را فرا گرفت، در حالی که گروه دیگر را اندیشه نجاتشان به خود مشغول ساخته بود. آنها گمانهای نادرستی همچون گمانهای دوره جاهلیت می کردند و می گفتند آیا از این امر یعنی پیروزی چیزی نصیب ما می شود؟ بگو واقعا همه امور کاملا به اختیار خداست. چیزی را که به تو ظاهر نمی سازند و دل خود پنهان می کنند، با خود می گویند اگر برای ما از پیروزی بهره می بود در اینجا کشته نمی شدیم. بگو حتی اگر شما در خانه های خود هم می بودید، بیگمان کسانی که مرگ بر ایشان مقدر شده بود و جاهای مرگ خود می شتافتند، این همه برای آن بود تا خداوند آنچه را در سینه های شما است آزمایش و آنچه را در دل های شما است تشویق کند و خداوند به آنچه در سینه ها است آگاه می باشد. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. آنی رئیس
شما که در روز روبرو شدن دو جمعیت رو گردانیدن، بیگمان شیطان بود که ایشان را به سبب بعضی از اعمال ناشایسته‌ای که انجام داده بودند لغزانید. بیگمان خداوند از ایشان درگذشت، حقا که خداوند آمرزنده و صاحب حلم است. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای مؤمنان، شما مانند کافرانی نباشید که در حق برادران خود در هنگامی که به سیاحت بیرون می رفتن یا به جنگ مشغول می شدن می گفتن اگر ایشان با ما می پاییدن نمی مردن و کشتن می شدن، تا خداوند این گفته ها را سبب حسرت و پشیمانی در دلهایشان گرداند. و خداوند است که زنده می گرداند و می میراند و خداوند به آنچه می کنید بیناست. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمت خیر من ما یجمعون. و اگر شما در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، آمرزش و مرحمت خداوند به مراتب بهتر از چیزهایی است که ایشان جمع می کنند. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. و اگر بمیرید یا کشته شوید، همانا به سوی خدا حشر می شوید. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سپس به سبب رحمت خداوند نرم دل شدی. اگر تون خوی یا سخت دل می بودی از اطراف تو پراگنده می شدن. پس از خطاهای ایشان درگذر و برایشان آموزش بخواه و با آنها در کارها مشورت کن، و چون عزم کردی پس به خدا توکل نمایی. واقعا خدا متوکلان را دوست می دارد. این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن سازد. پس هیچ کس با شما غالب شدن نمی تواند، و اگر او شما را مدد نکند پس بعد از آن کیست که شما را مدد کند؟ و مسلمانان باید با خداوند توکل ورزند. و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأت بما غل یوم القیامه ثم توفى کل نفس هیچ پیامبری نیست که چیزی را پنهان کند یعنی خیانت کند، و کسی که چیزی را از مال غنیمت پنهان کند در روز بازپرس آنچی را در آن خیانت کرده می آورد. سپس به هر کس هر آنچی را کسب کرده است داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم المصير. آیا کسی که خوشنودی خداوند را می جوید مانند شخصی است که بر خشم خدا باز می گردد؟ جای او دوزخ است و چی بد جای است دوزخ. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هر یک از ایشان در نزد خدا درجات متفاوت دارند و خداوند به آنچه ایشان می کنند بیناست. لقد من
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند بیگمان بر مسلمانان منت گذاشت هنگامی که به ایشان از میان خودشان پیامبری فرستاد که بر ایشان آیه‌های خدا را می‌خواند، ایشان را پاک می‌گرداند و به ایشان کتاب و حکمت می‌آموزد، اگرچه پیش از این در گمراهی آشکاری بودند. مصیبتی رسید در حالی که دوچند آن مصیبت را به دشمنان رسانیدید، باز هم گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو این از طرف خود شماست، حقاً که خداوند بر هر چیز تواناست. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین. مصیبتی که در روز روبرو شدن دو جمعیت به شما رسید پس به اجازه خداوند بود تا مؤمنان را مشخص گرداند. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. و هم منافقان را مشخص گرداند و چون به منافقان گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا لااقل دشمن را از شهر خود دفع کنید، گفتند اگر جنگ را می دانستیم یقینا از شما پیروی می کردیم. در آن روز ایشان نسبت به ایمان و کفر نزدیکتر بودند، به دهنهای خود چیزهایی می گفتند که در دلهایشان نبود و خداوند به آنچه می پوشانند داناست. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. آنها یعنی منافقان خود از جهاد باز نشستند و آنگاه به برادران خود گفتند اگر از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو اگر راستگو هستید پس مرگ را از خود دفع کنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار بلکه زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی داده می شوند. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده است شادمانند و در صدد آن هستند که به بازماندگان خیش که تا هنوز با ایشان پیوست نشده اند مژده بدهند که برایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. به نعمت از جانب پروردگار و فضل وی مژده می دهند و این که خداوند هرگز مزد مؤمنان را ضایع نمی سازد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. آنهایی که حکم خدا و پیامبر او را بعد از اینکه به ایشان زخم رسید نیز اجابت کردند
برای نیکوکاران و پرهیزگارانشان مزدی بزرگ است. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آنهایی که چون مردم به ایشان گفتند مردم برای مقابله شما تجمع ورزیده اند، از ایشان بترسید، این سخن ایمانشان را قوی گردانید و گفتند خدا به ما کافی است و بهترین کارساز. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. ایشان به نعمت و فضل خداوند به چنان حالتی بازگشتند که گویی هیچ زیانی به آنها نرسیده و خوشی خداوند را پیروی کردند و خداوند صاحب فضل بزرگ است. اینما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون این کنتم مؤمنین. بیگمان این شیطان است که هواخواهان خود را می ترساند. از ایشان ما ترسید بلکه از من بترسید اگر ایمان دارید. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الآخرة ولهم عذاب عظیم. آنانی که به کفر می شتابند نباید تو را اندوهگین سازند. بدون شک ایشان هیچ ضرری به خدا نمی رسانند. خداوند می خواهد که به ایشان از آخرت بهره قرار ندهد و برایشان عذاب بزرگی است. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. آنانی که کفر را به ایمان خریدند هیچ ضرری به خدا نمی رسانند، برایشان عذابی دردناک است. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. كافران نباید فکر کنند مهلتی که ما به ایشان میدهیم به خیرشان است. ما به ایشان برای آن مهلت می دهیم تا بر گناه خیش بیفزایند و برایشان عذاب اهانتبار است. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولی ان الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. خداوند مؤمنان را در حالتی نمی گذارد که در آن اوکن شما قرار دارید تا ناپاک را از پاک جدا کند، چنان نیست که خداوند شما را بر اسرار غیبی آگاه گرداند، مگر خداوند به این منظور از پیامبران خیش هر کی را خواهد برگزیند. پس به خدا و پیامبران او ایمان آرید و اگر ایمان آرید و پرهیزگاری نمایید برای شما مزدی بزرگ است. ولا بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
آنهایی که بر آنچه خداوند از فضل خیش به ایشان اجاری کرده بخل می‌ورزند نباید این کار را به خیر خیش پندارند، بلکه این به زیانشان است و زودی در روز قیامت چیزی که به آن بخل ورزیدند توک گردنشان می‌گردد. میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا به آنچه می‌کنی آگاه است. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. حقاً که خداوند گفته آنانی را که گفتند واکن خداوند نادار است و ما ثروتمند هستیم شهید، ما به زودی سخنانشان را و نیز عملشان را مبنی بر بناحق کشتن پیامبران را می نویسیم و برایشان می گوییم بچشید عذاب سوزان را. ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این به سبب آن اعمال نادرستی است که دستهای شما از پیش فرستاده است و خداوند هرگز بر بندگان خود ستمگار نیست. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاء رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. آنهایی که گفتند حقا که خداوند از ما عهد گرفته است که به هیچ پیامبر ایمان نیاوریم مگر آنکه قربانی را بیاورد که آن را آتش از آسمان بخورد، بگو پیش از من نیز پیامبرانی با معجزه ها و با چیزی که شما خواستید آمدند، پس اگر به گفته خود صادق هستید چرا ایشان را کشتید؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. پس اگر تو را تکذیب کردن پیامبران پیش از تو که با معجزه ها موعظه ها و کتاب روشنی بخش آمدن نیز تکذیب کردن. کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. هر کسی مرگ را می چشد و شما بیشک مزد کامل خیش را در روز قیامت دریافت می کنید، پس کسی که از آتش دوزخ دور نگاه داشته شود و به بهشت داخل ساخته شود، چنین شخصی در واقع به مراد خیش رسیده است و زندگانی این دنیا چیزی جز متاعی فریبنده نیست. لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بگمان شما در مالهای خود و در جانهای خود مورد آزمون قرار بگیرید و بیگمان شما از اهل کتب پیش از خود و مشرکان بدگویی بسیار میشنوید و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزگاری نمایید، بیگمان این کار از امور شایسته و استوار است. و اید اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم
ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بخاطر آور وقتی را که خداوند از اهل کتاب عهد گرفت که آن را برای مردم به روشنی بیان کنی و احکام آن را پنهان ننمایی، پس آن را به پشت سر خود انداختند و در بدل آن بهای ناچیز خریدند و چی بد از چیزی که ایشان می خرند. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. کسانی که به آنچه کردند می نازند و دوست دارند که به کارهایی که نکرده اند ستایش شوند، پس ایشان را مپندار که از عذاب برکنارند، برای ایشان عذابی است دردناک. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. پادشاهی آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خداوند بر همه چیز تواناست. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واکن در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز برای خردمندان نشانه هاست. استاده نشسته و بر پهلوهای خیش دراز کشیده خداوند را یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین فکر می کنند و با خود می گویند پروردگار ما، اینها را عبث نیافریده ای، پاکی تو، پس ما را از آتش دوزخ نگه دار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته و ما پروردگارا، بیگمان هر کی را تو به دوزخ درآری، حقا که او را رسوا ساختی و برای ستمگران هیچ مددکاری نیست. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا شنیدیم که به سوی ایمان فرا می خواند و می گفت که به پروردگار خود ایمان آرید، پس ایمان آوردیم. پروردگارا، پس برای ما گناهان ما را ببخش، از ما بدیهای ما را بزدای و ما را با نیکوکاران بگیران. ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة چیزی را که با وسیله پیامبران خود به ما وعده کردی عنایت فرما و ما را در روز قیامت رسوا مگردان، حقا که تو خلاف وعده نمی کنی. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات
لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. پس خداوند دعای ایشان را اجابت کرد که من هرگز عمل هیچ عمل کننده شما را از مرد یا زن ضایع نمی کنم. بعض شما از جنس بعضی است، شما از یک دیگرید. پس آنانی که هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من اذیت دیدند، جنگ کردند و کشته شدند، حتی که من از ایشان گناهانشان را می زدایم و ایشان را در بهشت های جا می دهم که در زیر درخت های آن جویبارها جریان دارد و این مزدی است از نزد خداوند و نزد خداوند بهترین مزدهاست. لا یغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد. خرامیدن چند روزه کفار در شهرها نباید تو را فریب دهد. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. این بهرمندی اندکی است، سپس جای بازگشتشان دوزخ می باشد و چی بد جاییست دوزخ. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار. ولی برعکس برای کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند، بهشت‌هایی است که در زیر درخت‌های آنها جویبارها جریان دارد. در آنجا ایشان جاودانه به سر می‌برند و این مهمانی است از جانب خداوند و آنچه در نزد خداوند است برای نیکان بهتر است. و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن و یقیناً در بین اهل کتاب کسانی اند که به خداوند و به آنچه بر شما نازل شده است و آنچه بر ایشان نازل شده به طور قطع ایمان می آرند، در حالی که به خدا فروتنی می کنند. ایشان آیه های خدا را در بهای اندک نمی فروشند. برای ایشان نزد پروردگارشان مزدی است، حقا که خداوند در حساب گرفتن سعی است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، شکیبایی ورزید، ثابت قدم باشید، از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ای مردم، از پروردگار خود بترسید، ذاتی که شما را از یک تن آفرید و همسر وی را از او آفرید و از آن مردان و زنان بسیاری را پراکنده ساخت
و از خدای بترسید که به نام او از یکدیگر تقاضا می کنید و از قطع رشته ذوی الارحام پرهیز کنید، حقا که خداوند به شما مراقب است. و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. به یتیمان چون به سن رشد خود رسیدند داراییشان را بدهید و اموال بد خود را به اموال خوب یتیمان تبدیل نکنید و اموال ایشان را به وسیله مخلوط کردن با اموال خود مخورید، حقا که این گناهی بزرگ است. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. اگر می ترسیدید که در امر یتیمان عدالت کردن می توانید، از زنان مورد پسند خیش دو، سه یا چهار زن را نکاح کنید و اگر می ترسیدید که بین همسران خود عدالت برقرار کردن می توانید، پس یک زن بگیرید یا از زنانی که مالک آنها هستید استفاده کنید. این کار شما از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کند. و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. برای زنان مهرشان را به خوشی و رضایت بپردازید، اما اگر قسمتی از آن را به خوشی خود به شما بخشیدن، از آن به خوشی و گوارایی استفاده کنید. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما گردانیده است و بیخردان ندهید، از آن مال ایشان را بخورانید و بپوشانید و به ایشان سخن پسندیده بگویید. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. و یتیمان را بیازمایید تا چون به سن نکاح رسیدن، پس در آن وقت اگر از ایشان احساس رشد کردید مالهایشان را به دسترسشان قرار دهید و با اسراف و شتاب زدگی از ترس اینکه مبادا بزرگ شوند مالشان را خرج نکنید. کسی که توانگر است از استفاده آن خودداری کند و کسی که نادار است از آن به شیوه پسندیده بخورد. و چون زارایی ایشان را به دسترسشان قرار می دهید و ایشان گواه بگیرید و خداوند در حساب گرفتن بسنده است. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. از آن
آنچه از پدر، مادر و خویشاوندان باقی ماند سهمی است برای مردان، و هم از آنچه از پدر، مادر و خویشاوندان باقی ماند سهمی است برای زنان، خواه دارایی کم باشد یا زیاد سهمی تعیین شده. و اذا حضر القسمت اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. و اگر در وقت تقسیم خویشاوندان، یتیمان و بینوایان حاضر شوند، برای ایشان از آن چیزی بدهید و به ایشان سخن پسندیده بگویید. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. آنها که اگر فرزندان ناتوانی از خود بگذارند و از آینده آن میترسند، باید از ستم بر یتیمان بپرهیزند، باید از خدا بترسند و باید سخن راست بگویند. بیگمان آتش به شکم خود میخورند، یعنی داخل میکنند و به زودی به آتش سوزان داخل میشوند. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. خداوند شما را در مورد اولاد شما سفارش می کند. برای مرد سهم مساوی به سهم دو زن، اگر دختران دو یا زیاده از دو مانده باشند، دو ثلث متروکه از ایشان است. اگر یک دختر باقی مانده باشد، پس برای او نصف است. اگر متوفا از خود فرزندی گذاشته باشد، برای هر یک از پدر و مادر او یک بر ششم میراث میرسد. و اگر فرزندی نگذاشته باشد و پدر و مادر یگانه بازماندگان او باشند، مادر یک ثلث را میگیرد. اگر متوفا از خود برادران یا خواهران به جا گذارد، مادر یک بر ششم را میگیرد. توزیع مال میراث در همه موارد بعد از ادای آن چی را متوفا وصیت کرده و بعد از ادای دین صورت میگیرد. شما نمیدانید که پدران شما در نفر رسانیدن به شما نزدیکتر هستند یا فرزندان شما. سهم تعیین شده است از جانب خدا، قال که خداوند دانا و با حکمت است. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها او دين فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. از آنچه زنان شما از خود به جا می‌گذارند هرگاه از ایشان اولاد نمانده باشد نصف آن به حیث میراث به شما می‌رسد، اما اگر از خود فرزندی به جا گذارند چهار یک میراثشان از آن شماست، البته بعد از ادای آنچه متوفا وصیت کرده یا از او دین مانده است از آنچه شما خود به جا می‌گذارید. اگر از شما فرزندی نمانده باشد قسمت زنان یک ربع است، اما اگر فرزندی از خود به جا گذارید بعد از ادای آنچه وصیت کرده اید و ادای دین برای زنان شما هشت یک است. اگر مرد یا زنی که میراث او مطرح است کلاله باشد، یعنی نی از وی مادر و پدری مانده باشد و نی هم اولادی، ولی از خود برادری یا خواهری باقی گذاشته باشد، هر یک از این دو شش یک میراث را میگیرند. اما اگر برادر و خواهر باقی گذاشته شده بیش از دو نفر باشند، ایشان در سه یک میراث شریکند، البته بعد از ادای آنچه متوفا وصیت کرده و بعد از ادای دین و شرط آن که از طریق وصیت به کسی زیانی نرسد. این حکم است از جانب خدا و خداوند دانا و صاحب حلم است. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اینها حدود خداوند است، هر که خدا و پیامبر او را اطاعت کند او را به بهشت های داخل می گرداند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد، در آنجا جاودانه به سر می برند و این است رستگاری بزرگ. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین. و کسی که خداوند و پیامبر او را نافرمانی کند و از حدود خدا تخطی ورزد او را به آتش داخل میگرداند که در آن همیشه به سر برد و برای او عذابی رسوا کننده است. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. کسانی از زنان شما که به اعمال فحشا مبادرت می‌ورزند چهار مرد را از میان خود بر ایشان شاهد گیرید و چون شهود گواهی دادند آن زنانی را که علیهشان گواهی داده شده است تا هنگامی به خانه ها محبوس کنید که مرگ ایشان را دریابد یا اینکه خداوند برای ایشان راهی دیگر مقرر نماید. والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما این آن دو کسی که در میان شما به اعمال فحشا و مبادرت ورزند هر دویشان را مجازات کنید، اگر ایشان توبه کنند و اصلاح شوند پس از ادامه مجازاتشان خودداری کنید، خداوند بیگمان توبه پذیر و مهربان است. اینما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
و کاک پذیرش توبه بر خداوند برای کسانی است که به نادانی کارهای بد می کنند، باز به زودی توبه می نمایند. پس توبه اینها را خداوند می پذیرد و خداوند دانا و با حکمت است. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبه کسانی پذیرفتن نمی شود که چون مرگ یکی از ایشان را دریافت در آن وقت بگوید حالا من واقعا توبه کردم، و نی توبه کسانی پذیرفته می شود که در حال کفر زندگی را پیدرود گویند. برای چنین مردم مجازات بس دردناک را آماده ساختیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن ای مؤمنان، برای شما حلال نیست که زنان را برخلاف میلشان به حیث میراث بگیرید و نی هم ایشان را تحت فشار قرار دهید تا بدین وسیله قسمتی از مهر را که به ایشان داده اید باز ستانید، مگر در حالتی می توانید آنها را زیر فشار بگیرید که به صورت آشکارا مرتکب عمل فحشا شده باشند، و با زنان خیش بر روش پسندیده رفتار کنید. اگر از ایشان بد می برید پس ای بسا که از چیز بد برید و خداوند در آن خیری بسیاری بگرداند. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. اگر بر آن شده که به عوض همسر خود همسر دیگر بگیرید، گرچه به همسر خود که مقصد طلاق او را دارید مال فراوان هم داده باشید، هیچ چیزی را از وی باز نستانید. آیا مال را به وسیله تهمت و به گناه آشکار میگیرید؟ و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا. و چطور آن مال را میگیرید در حالی که از یک دیگر کام گرفته اید و از شما به وسیله عقد نکاح عهد محکم گرفته اند؟ ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. و زنان را به نکاح مگیرید که پدران شما نکاح کرده بودند، جز آنچه گذشت این عمل زشت و خشم انگیز است و چی بد روش. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
منكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. برای شما نکاح مادران شما، دختران شما، خواهران شما، عمه‌های شما، خاله‌های شما، برادرزاده‌های شما، خواهرزاده‌های شما، مادران رضایی شما، خواهران رضایی شما، خوشوهای شما، دختراندرهای شما که در آغوش شما پرورش یافته‌اند و از آن همسران شما پیدا شده‌اند که شما از آن همسران کام گرفته اید حرام است. اما اگر شما از همسران خیش کام نگرفته باشید، به نکاح گرفتن دخترانشان بر شما گناهی نیست. نکاح زنان آن پسران شما که از پشت شما باشند و به نکاح گرفتن دو خواهر در عین وقت نیز حرام است، مگر آنچه در گذشته مرتکب شده باشید. بیشک خداوند آمرزگار و مهربان است.